بعد از گراف منتظم، گرافی که میخوام با هم دیگه بررسی کنیم گراف کامله. گراف کامل اسمش روشه، گرافیه که همه رأساش فولن، همه به هم وصل شدن، همه رأسا دو به دو مجاورن، یعنی هر دوتا رأسی که انتخاب کنی قطعا با یه یال به هم وصل شدن. به این گراف میگن گراف کامل. یه سری ویژگی های خیلی خوب داره که با هم بررسی میکنیم، ولی با استفاده از گراف کامل یه سری دسته از مسائل هم میتونیم با هم دیگه حل کنیم. یه بار از روی اسلاید با هم دیگه تعریف رو بخونیم. گراف ساده پیرأسی را یک گراف کامل گویند هرگاه همه رؤوسان به یکدیگر وصل شده باشد و آن را با کاپی نشون میدن. گراف کامل مرتبه پی رو با کاپی نشون میدن. مثلا گراف K4 یعنی گراف کاملی که 4 تا هست. گراف K10 یعنی گراف کاملی که 10 تا هست. نکته بعدی اینه که توی گراف کامل همه رأسات فولن، پس همه رأسات درجهشون میشه PMN1، همه با هم برابرن و همشون PMN1. اگه همه درجه ها با هم برابر باشن بهش میگن گراف منتظم. پس گراف کامل یه حالت خاصی از گراف منتظمه. پس گراف منتظم کامل نیست، ولی گراف کامل یک گراف منتظمه. چند منتظم؟ PMN1 منتظم، که همه درجات رمه رأساش چیه؟ فوله. نکته بعدی که باید بدونیم در مورد کیو گراف کامله. کیو گراف کامل همیشه برابر میشه با انتخاب دو از پی، یعنی بیشترین تعداد میشه انتخاب دو از پی، که دو از پی هم قبلا گفته میشه پی در پی منهای دوم. بیا با هم دیگه چند دو از پی حساب کنیم. دو از 10 یعنی کیو K10 میشه 10 تا تقسیم بر 2 45 تا. کیو K5 چنده؟ میگه 2 از 5. دو از 5 چجوری حساب میشه؟ 5 4 تا تقسیم بر 2 میشه 10. پس اینا رو سریع میتونیم حساب کنیم. اما نکته بعدی که باید تو گرافای کامل بدونیم اینه که بزرگترین درجه و کوچکترین درجه با هم دیگه برابر با چندن؟ PMN1. بزرگترین و کمترین برابر میشه با PMN1. بریم با هم دیگه مثال حل کنیم. در گراف کاپی رابطه 4 تا دلتای بزرگ علاوه دلتای کوچک به علاوه پی مساوی با کیو علاوه 10 برقرار است. مرتبه گراف را بیاد. یه همچین رابطه‌ای داده، گفته پی رو پیدا کنیم. خب من میدونم کیو کاپی که میشه 2 از پی. دلتا بزرگ و دلتا کوچیکم که پی ام ان های که. پس من توی این رابطه به جای دلتا بزرگ و دلتا کوچیک پی ام ان های میذارم، به جای کیو هم 2 از پی میذارم. پس من چنجا کیو آر منتظم بلدم آر پی دوم، که دلتا بزرگ و دلتا کوچیک آر بود. کیو گراف کامل میشه چی؟ 2 از پی. دلتا بزرگ و دلتا کوچیکم پی ام ان های که. میخوام قشنگ اینا رو تو ذهنت نگه داری. خب این که میشه 4 پی من های 4، اینم پی من های 1 به علاوه پی. 2 از پی هم که میشه پی در پی من های 1 دوم. این برای ساده میکنم میشه 6 پی من های 5 مساوی با پی 2 من های پی دوم به علاوه 10. همه رو من در یه 2 ضرب میکنم که مخرجه از بین بره، میشه 12 پی من های 10. این مخرجش از بین میره، اونم میشه 20. حالا همه رو میارم این بر، این پی 2 من های پی با این میشه من های 13 پی. این هم بیادم میشه به علاوه 3 مساوی با 0. این ها که حل کنی برای پی دو مقدار به دست میاد، 10 و 3. یعنی گراف کاسه و گراف کاده، یعنی گراف کامل مرتبه 3 و گراف کامل مرتبه 10 دقیقا همچین شرایطی بینشون چیه؟ برقراره. یعنی 4 تا دلتا بزرگش بله دلتا کوچیکش بله تعداد رأسا میشه کیو به علاوه 10. تو این سال هدفم این بود که بهت بگم کیو چجوری به دست میاد، دلتا کوچیک و دلتا بزرگم برابر با چی ان؟ پی ام ان های که. سوال بعدی، کدام یک از گزینه های زیر نمیتواند اندازه گراف کامل باشه؟ گزینه ها 72 36 28 45. میگه کدوم نمیتونه گراف کامل باشه اندازش. فقط خواستم تو این سوال بهت بگم که تو باید دیگه تقریبا تا K12 K13 حفظ بشی کیو ها رو. با هم بریم. کیو K3 میشه انتخاب 2 از 3 میشه 3. کیو K4 میشه انتخاب 2 از 4. 2 از 4 چجوری حساب میشه؟ 4 ضرب در 3 تقسیم بر 2 یعنی 6. یعنی کیو K4 6ه. کیو K5 میشه 2 از 5. 2 از 5 چجوری حساب میشه؟ 5 4 تا دوم پی در پی من های 1 دوم میشه 10. کیو K6 میشه 2 از 6. 2 از 6 چجوری حساب میشه؟ 6 5 تا دوم یعنی 15. کیو K7 میشه 2 از 7. 7 6 تا تقسیم بر 2 میشه 21. کیو K8 میشه 2 از 8 یعنی 8 7 تا تقسیم بر 2 28. یعنی 28 که تو گزینه‌ها میبینم کیو K8. کیو K9 میشه 2 از 9. 2 از 9 میشه چند؟ 36. 36 هم تو گزینه‌ها میبینم.
بعدی کیو کاده میشه 2 از 10. 2 از 10 چجوری حساب میشه؟ 10 9 تا تقسیم بر 2 یعنی 45. پس من دیدم کیو کاهش کانو و کادت گزینه هست، گفته کدام گزینه نمیتواند اندازه گراف کامل باشه، پس قطعا پاسخ من گزینه 1، چون وقتی اون 3 تا گزینه کیو گراف کامل بودن یکی از گزینه ها نباید باشه که پاسخ منشو گزینه 1. ولی بچه اینا دیگه یاد بگیرین سریع بتونیم به دست بیارین، کا 5 کا 6 کا 7 و سریع کیو هاشو بتونین ذهنی محاسبه کنین. سوال بعدی، با کاستن 48 یال از یک گراف کامل به گرافی سه منتظم تبدیل می شود. مرتبه این گراف را بیابید. میگه یک گراف داشتم کاپی، 48 از یالهاش کم کردم، یک گراف سه منتظم درست شده. یعنی کیو کاپی منهای 48 باید با کیو گراف سه منتظم برابر باشه. خب کیو کاپی که بهت گفتم میشه چی؟ انتخاب 2 از 2 که پی در پی منهای 2. کیو سه منتظم بود آر پی 2 که اینجا میشه 3 پی 2. کیو منتظم ها رو باید حفظ باشیم. یه جایگذاری ساده 2 از 2 3 پی 2. 2 از 2 میشه پی در پی منهای 1/2 منهای 4، همه رو در یه 2 ضرب میکنم، این میشه پی 2 منهای پی منهای 96 مساوی با 3 پی. دیگه همه رو میبرم یه طرف میشه پی 2 منهای 4 پی منهای 96 0. دیگه اینو خودت حل کنی پی به دست میاد 12. سوالم دقیقاً مرتبه گراف رو خواسته. بریم سوال بعدی، در گراف با مجموع درجه رأس های 5 4 3 3 2 1 با رسم چند یال جدید گراف کامل حاصل میشه؟ یه گراف داده کامل نبوده، میگه چند تا یال بشه اضافه کنم تا کامل بشه. خب همیشه من وقتی درجه میبینم سری 2 تا چیز باید بیاد تو ذهنم. وقتی دنبال درجه دیدی تعدادشون پی، جمعشون 2 کیو. اصلا اینو به عنوان ملکه ذهنت کن، به صورت دیفالت باید تو ذهنت بیاد وقتی درجه ها رو دیدی. پس من اینجا میگم 2 4 6 تا، پس من 6 تا رأس دارم، جمعشون هم میشه 2 کیو. جمع کنیم با هم 5 و 4 9 9 و 3 12 12 و 3 15، با هم میشه 18. 18 میشه 2 کیو، کیو به دست میاد 9. یعنی تو با داشتن درجه های یک گراف میتونی پی و کیو رو سریع حساب کنی. این یک گرافی بوده که 6 تا رأس داشته با 9 تا یال. خواسته ای سوال، میگه به یال های این چقدر اضافه کنم تا کامل بشه، تا کاپی بشه؟ کاپی پیچنده 6. اگر این بخواد کامل بشه باید کاشیش بشه. ببینیم کاشیش چند تا یال داره. کاشیش باید چند تا یال داشته؟ چند تا یال داره؟ 2 از 6 15. من میگم کیو کاشیش 15. اگر این بخواد کامل بشه این 9 تا یال داره، چند تا بهش اضافه کنم کامل میشه 6 تا. یعنی اگه من 6 تا به این اضافه کنم تعداد یال هاش میشه 15 و این تبدیل به یک گراف کامل میشه.